انتحار سیاسی طالبان در کازان امیرخان متقی در پنجمین نشست فرمت مسکو سخنرانی کرد وزیر خارجه طالبان سخنرانیش را از روی یادداشت خواند این نشان میدهد که این سخنان حاصل تراوشات مغزی تنها امیرخان نیست او به عنوان وزیر خارجه این گروه تنها وظیفه قرائت آن را به عهده گرفته بود چیدمان کلمات نیز مبین آن بود که تلاش شده بود سخنرانی از استانداردها و نوشتاری های قابل ارائه در یک کنفرانس منطقه‌ای برخوردار باشد. به نظر می رسد که تهیه کنندگان این متن می در کارزان روسیه شق القمر کنند و اعضای جلسه فارمت مسکو را تحت تاثیر قرار بدهند. و ویژه این که دستاورد طالبان در بخش‌های مختلف امنیتی و اقتصادی برجسته و لارج شده بود. اما با چند دلیل دستاورد طالبان از نشست دور پنجم فرمات مسکو جز خودکشی سیاسی چیزی دیگر نبود. اول سخنرانی وزیر خارجه طالبان اتاب آمیز، جنگنده و ستیز جویانه تهیه شده بود. در واقع امیرخان متقی به اعضای جلسه فارمت مسکو توهین و آنها را با مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرد. این نوع سخنرانی برای کشوری که ایجاد روابط با جهاد را با تقلا و تلاش گدایی می کند نتیجه مکوز دارد. دوم امیرخان متقی در جمع سخنرانی میکرد کرد که 90 درصد آنها از حامیان و لابیگران این گروه در سطح جهان و بین المللی هستند. کشورهایی در این اجلاس وجود دارند که در میادین جهانی به نمایندگی از طالبان حرف میزنند و سخنگوی غیر رسمی آنها هستند اما همین کشورها خواست روشن و مشخص از طالبان دارند تشکیل حکومت فراگیر طالبان اما بدون درک موقف این کشورها با تاکید بر مواضع قبلی خود دست رد به سینه آنها کوبیدند اسرار طالبان بر موضع انحصارگرایانه خود رژیم طالبان را در شرایط ناگوار قرار خواهد داد سوم طالبان از اعلامیه پایانی فرمت مسکو باید درک کرده باشند راهی که میروند به ترکستان است زیرا کشورهای عضو نشست فرمت مسکو بر رقم هشدار تند امیرخان متقی مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی افغانستان و نچیدن نسخه هر نوع حکومت بر طالبان در اعلامیه پایانی مجددا بر تشکیل حکومت فراگیر و مشارکت تمام دیفای سیاسی، زبانی و مذهبی چهارم دستاورد طالبان از نشست فارمت مسکو، انزوای بیشتر جهانی، ناامیدی حامیان آنها از اصلاح حکومت تقاومی و انحصاری و در نهایت تیره شدن روابط میان این کشورها و اداره طالبان است. و مفهوم دیگر طالبان از مشارکت در این نشست نه تنها چیزی برای برسمیت شناختن رژیم خود به دست نیاوردن بلکه وزیر خارجه آنها با به دست آوردن انتحار سیاسی از روسیه برگشت.